اصول پایه چرا تغییرات کوچک موجب تفاوتهای بزرگ می شوند؟ یک قدرت غافل گیر کننده عادتهای اتمی یکی از روزهای سال 2003 سرنوشت بریتیش سایکلینگ عوض شد. این سازمان که نهاد حاکم بر دوچرخ سواری حرفه‌ای در بریتانیای کبیر است، دیو فورد را به عنوان مدیر جدید عملکرد خود استخدام کرد. در آن زمان دوچرخه سواران حرفه‌ای در بریتانیای کبیر حدوداً 100 سال میان مایگی و متوسط بودن را تجربه کرده بودند. از سال 1908 آنها فقط یک مدال طلای المپیک را کسب کرده بودند و در بزرگترین مسابقه دوچرخه سواری دنیا تور دو فرانس عملکرد بدتری هم داشتند طی 110 سال هیچ دوچرخه سوار بریتانیایی نتوانسته بود این مسابقه را ببرد در واقع، عمل کرده دو چرخ سواران انگلیسی آنقدر ناامید کننده بود که یکی از بزرگترین تولید کنندگان دوچرخه در اروپا از فروش دوچرخه به این تیم امتناع کرد زیرا می ترسیدند که اگر سایر حرفی ها ببینند انگلیسی ها از تجهیزاتشان استفاده می کنند به فروششان لطمه بخورد. بریلزفورد استخدام شد تا بریتیش سایکلینگ را به مسیر جدیدی ببرد. آنچه او را از مربی های پیشین جدا می کند، تعهد بیوقفش به یک استراتژیست که از آن تحت عنوان اجماع سودهای هاشیه یاد می کند. این استراتژی به دنبال بهبودهای کوچک و جزئی در کلیه کارهای محوله است. بریلز فورد می گوید، کلیت این اصل از جایی می آید که اگر هر آنچه را به راندن یک دوچرخه مربوط می شود جدا کنید و سپس همانها را به میزان یک درصد بهبود ببخشید، پس از سرهمبندی این اجزا به سود قابل توجهی دست خواهید یافت. بریلزفورد و مربیانش کار خود را با تغییرات کوچکی آغاز کردند که احتمالاً از یک تیم دوچرخه سواری حرفه‌ای انتظار دارید. آنها زین دوچرخه ها را مجددن طراحی کردند تا راحت تر شود و الکل روی چرخ ها مالیدند تا چسبندگی بهتری داشته باشد. آنها از دوچرخه سواران خواستند لباسهای مخصوصی بپوشند که با جریان الکتریسیته گرم می شود تا دمای عضلاتشان حین دوچرخه سواری ایدئال بماند. همچنین از سنسورهای بازخورد زیستی استفاده کنند تا واکنش هر ورزشکار به یک تمرین به خصوص ثبت و ارزیابی شود. آنها لباسهای مختلفی را در تونل باد تست کردند و از دوچرخه سواران کوهستانشان خواستند لباس دوچرخه سواری پیست بپوشند چون سبکترند و آیرودینامیک بهتری دارند اما همینجا متوقف نشدند بریلز فورد و تیمش به کار خود برای یافتن این بهبودهای یک درصدی در بخشهای غیرمنتظره و نادیده گرفته شده ادامه دادند آنها انواع مختلف ژل ماساژ را آزمودند تا ببینند کدام یک ریکاوری سریعتری برای عضله دارد یک جراح استخدام کردند که بهترین روی کرد شستشوی دست را به هر دو چرخ سوار یاد بدهد تا احتمال سرماخوردگیشان کاهش یابد. متکا و تشکی را که باعث خواب بهتر دوچرخه سواران سواران میشد مشخص کردند. حتی داخل کامیون حمل و نقل دوچرخه ها را رنگ سفید زدند تا بتوانند لکه های کوچک قبار روی دیواره را ببینند، زیرا همین گرد و غبار اندک می تواند بر عملکرد دوچرخه که به خوبی تنظیم شده است تاثیر بگذارد. وقتی این نکات و صدها بهبود کوچک دیگر در کنار یکدیگر جمع شدند، نتایج سریعتر از آنچه تصور میشد از راه رسیدند. فقط پنج سال پس از قبول مسئولیت بریلزفورد، تیم دوچرخه سواری انگلستان، سلطان مسابقات دوچرخه سواری جاده و پیست در مسابقات المپیک 2008 پکن شد. جایی که آنها 60 درصد از مدال های طلای موجود را از آن خود کردند. چهار سال بعد، وقتی المپیک به لندن آمد، بریتانیایی ها شرایط را بهتر کردند، زیرا نه رکورد المپیک و هفت رکورد جهانی را ثبت کردند. همان سال برادلی ویگینز به اولین دوچرخ سوار بریتانیایی تبدیل شد که تور فرانس را برد. سال بعد همتیمیاش کریس فروم برنده مسابقه شد و به پیروزی خود در سالهای 2015، 2016 و 2017 ادامه داد و باعث شد تیم بریتانیا پنج پیروزی تور فرانس را طی 6 سال داشته باشد. در طول یک دوره ده ساله از 2007 تا 2017 دوچرخه سوارهای بریتانیایی 178 قهرمانی جهانی و 66 مدال المپیک و پارا المپیک بردند و 5 پیروزی تور دو فرانس را به دست آوردند که اکثرا آن را موفق ترین دوره در تاریخ دوچرخه سواری می دانند. این اتفاق چگونه رخ داد؟ چگونه تیمی که پیشتر ورزشکاران متوسطی داشت با انجام تغییراتی که در نگاه اول کوچک به نظر می رسند به قهرمان جهان تبدیل شد و تفاوت بزرگی را رقم زد. چرا تجمع بهبودهای کوچک منجر به نتایج قابل توجهی شد و چگونه می توانید این روی کرد را در زندگی خود تکرار کنید؟ چرا های کوچک موجب تفاوتی بزرگ می شوند؟ سادگی می توان درباره اهمیت یک لحظه تعیین کننده اقراق کرد یا ارزش های کوچک و روزمره را دست کم گرفت غالبا خودمان را قانع می کنیم که موفقیت بزرگ به اقدام بزرگ نیاز دارد چه هدفمان کاهش وزن ساختن ساختمان نوشتن کتاب بردن یک مسابقه و چه دستیابی به هر هدف دیگری باشد روی خودمان فشار میآوریم، تا تغییرات مثبت بسیار بزرگی را ایجاد کنیم و همگان درباره ما صحبت کنند. در این میان بهبود یک درصدی خیلی به چشم نمی آید. گاهی اوقات اصلا دیده نمی شود اما می تواند معنای بیشتری به خصوص در طولانی مدت داشته باشد. تفاوتی که یک بهبود کوچک می تواند در گذر زمان ایجاد کند قابل توجه است. از نظر ریاضی قضیه این گونه است. اگر به مدت یک سال هر روز یک درصد بهتر شوید، در انتهای کار سی و هفت برابر بهتر خواهید شد. برعکس، اگر هر روز از سال یک درصد بدتر شوید، در نهایت به صفر نزدیک خواهید شد. آنچه به عنوان یک پیروزی کوچک یا گام جزئی رو به عقب پنداشته می شود، به صورت یک پیروزی یا شکست بسیار بزرگتر انباشته خواهد شد. یک درصد بهتر در هر روز. یک درصد افت در هر روز از یک سال ضرب در سه صدم مساویس با 99 صدم به توان 365. یک درصد رشد در هر روز از یک سال ضرب در 37 هفت ممیز 78 صدم مساویس با یک ممیز یک صدم به توان 365. عادتها به معنای تجمع سود حاصل از بهبودهای شخصی هستند. به همان ترتیب که سود بالاتر به سرمایه بیشتر تعلق می گیرد و روی آن انباشته می شود، عادتهایتان نیز در صورت تکرار چون این تأثیری خواهند داشت. اگر در بازه یک روزه به آنها نگاه کنید، شاید تفاوت چندانی ایجاد نکنند، اما تأثیری که در طول ماه ها و سالها بر جا می گذارند بزرگ باشد. تنها با نگاه به دو، پنج یا شاید ده سال آینده است که ارزش عادتهای خوب و عواقب عادتهای بدمان آشکار می شود. درک ارزشهای این موضوع در زندگی روزمره میتواند دشوار باشد. غالبا تغییرات کوچک را نادیده میگیریم چون در آن لحظه خیلی مهم به نظر نمیرسند. اگر هم اکنون مقدار اندکی پول ذخیره کنید، در جا میلیونر نخواهید شد. اگر سه روز پشت سر هم به باشگاه بروید هنوز هم هیکل خوبی نخواهید داشت اگر امشب به مدت یک ساعت ماندارین یا همان زبان چینی استاندارد بخوانید هنوز آن را یاد نگرفته اید ما تغییرات کوچکی ایجاد می کنیم اما نتایج آن هیچگاه به سرعت ظاهر نمی شوند بنابراین دوباره سراغ روتین های پیشینمان می رویم متاسفانه گام تحولات آنقدر آرام است که باعث می شود متوجه عواقب عادت های بدتان هم نشوید. اگر امروز یک وعده غذای ناسالم بخورید وزنتان روی ترازو تغییر چندانی نخواهد کرد. اگر امشب تا دیر وقت کار کنید و خانواده را نادیده بگیرید آنها شما را می بخشند. اگر وقت خود را هدر دهید و پروژه تان را تا فردا عقب بیندازید معمولا وقت برای تکمیل آن خواهید داشت. به سادگی می یک تصمیم را اتخاذ نکرد اما وقتی خطاهای یک درصدی را هر روز تکرار می کنیم تصمیمات ضعیفمان ادامه می اشتباهات کوچک مجددا انجام می شوند و با بهانه های کوچک به توجیه کارمان می پردازیم انتخاب های کوچک ما به نتایج نادرستی ختم خواهند شد همین تجمع گام های نادرست یا افت های یک درصدی این سو و آن که در نهایت به یک مشکل ختم می شوند. تأثیری که به واسطه تغییر در عاداتتان ایجاد می شود، با تأثیر تغییر مسیر هواپیما فقط به اندازه چند درجه برابری می کند. فرض کنید در حال پرواز از لس آنجلس به نیویورک سیتی هستید. اگر خلبان نوک هواپیما را فقط سه و نیم درجه به سمت جنوب بگیرد، به جای نیویورک در واشنگتن فرود خواهید آمد. این تغییر کوچک در زمان بلند شدن هواپیما به ندرت حس می شود. دماغه هواپیما فقط چند متر جابجا به جا می شود. اما وقتی همین تاثیر در سرتاسر سر آمریکا بزرگ نمایی می شود، صدها مایل آن طرفتر فرود خواهید آمد. به همین ترتیب، یک تغییر کوچک در عادات روزانه شما می تواند زندگیتان را به یک مقصد متفاوت ببرد. انتخابی که یک درصد بهتر یا بدتر از وضعیت کنونی است، شاید در آن لحظه چندان جلب نظر نکند، اما در گذر زمان می تواند تغییر بزرگی را بین شرایط کنونی و آینده شما به وجود آورد. موفقیت محصول عادات روزانه شماست، نه تحولاتی که یک بار رخ می دهند. با این اصاف، مهم نیست که همکنون چقدر موفق یا ناموفق هستید، آنچه اهمیت دارد عاداتتان است که آیا شما را در مسیر موفقیت قرار می دهند یا خیر؟ باید بیشتر از اینکه نگران نتایج کنونیتان باشید، ذهنتان را به مسیر فعلیتان معطوف کنید. اگر یک میلیونر هستید اما بیش از درآمد ماهانه خود خرج می کنید، پس در مسیر بدی قرار دارید. اگر عادات هزینه کردنتان تغییر نکند، عاقبت خوشی نخواهید داشت. برعکس اگر ورشکسته هستید اما هر روز مقدار اندکی پس انداز می کنید بنابراین در حال طی مسیر به سمت آزادی مالی هستید حتی اگر آرامتر از سرعت مد نظرتان حرکت کنید. نتایج شما در آینده حاصل عادتهای فعلیتان هستند. ارزش خالص شما در آینده از عادات مالی شما به دست می آید. وزنتان در آینده به واسطه عادات غذاییتان تعیین می شود. دانشتان در آینده از عادات یادگیریتان نشأت می گیرد. میزان در هم ریختگی خانه شما در آینده محصولی از عادات تمیزکاریتان است. آنچه تکرار کنید آیدتان می شود. اگر دوست دارید عاقبت زندگی خود را پیش بینی کنید تنها کاری که باید انجام دهید پیروی از مسیر اواید یا ضررهای کوچکتان است و ببینید که چگونه انتخابهای های روزمرهتان در طول ده یا دوازده سال آینده کنار هم جمع می شوند. آیا میزان مخارجتان کمتر از درآمد ماهیانه ایتان است؟ آیا هر هفته به باشگاه می روید؟ آیا کتاب می خانید یا هر روز چیز جدیدی را تماشا می کنید؟ تلاش های کوچک اینچنینی هستند که آینده شما را تعریف می کنند. زمان است که مرز میان موفقیت و شکست را بزرگ نمایی می کند. زمان هر آنچه را که به آن بدهید چند برابر می کند. خوب کاری می کنند زمان متحد شما شود اما با عادت بد زمان دشمن شما خواهد شد. عادت یک شمشیر دولبه هستند. عادت بد شما را دو نیم می کنند و به همان سادگی عادت خوب نقش سازنده دارند و به همین دلیل درک جزئیات اهمیت دارد. باید بدانید که عادت چگونه کار می کنند و چگونه آنها را مطابق میلتان طراحی کنید تا بتوانید از آن نیمه خطرناک شمشیر در امان بمانید. عادتهای شما می توانند به نفع یا ضررتان ترکیب شوند. مصبت. ترکیب های مثبت ترکیب بهرهوری اجرای یک وظیفه بیشتر گام کوچکی برای یک روز است اما در سرتاسر سر حرفه شما نقش بزرگی ایفا می کند. تأثیر خودکارسازی یک وظیفه قدیمی یا یادگیری یک مهارت جدید می تواند بیشتر هم باشد. هر قدر بتوانید وظایف بیشتری را به صورت روان و بدون تفکر اضافی انجام دهید، مغزتان آزادی بیشتری برای تمرکز بر نواحی دیگر خواهد داشت. ترکیب دانش یادگیری یک ایده جدید شما را به یک نابغه تبدیل نخواهد کرد اما تعهد به یادگیری در سرتاسر سر طول عمر می تواند تحولزا باشد. همچنین هر کتابی که میخوانید نه تنها مسئله جدیدی را به شما میآموزد بلکه مسیرهای متفاوتی از تفکر را درباره ایده های قدیمی می گوشاید. همونطور که وارن بافت گفت نحوه عملکرد دانش همین گونه است همانند سود سرمایه گذاری انباشته می شود. ترکیب روابط افراد رفتار خودتان را به شما منعکس می کنند. هرقدر بیشتر به دیگران کمک کنید، دیگران هم تمایل بیشتری برای کمک به شما دارند. اندکی مهربانی بیشتر در هر تعاملی می تواند به شبکه ای از ارتباطات وسیع و گسترده در گذر زمان منجر شود. ترکیب های منفی ترکیب استرس درماندگی از ترافیک بار مسئولیت های فرزند پروری، نگرانی از عدم برآورده سازی تعهدات، تنش ناشی از فشار خون اندکی بالا، این عوامل شایع برای استرس همگی به تنهایی قابل مدیریتند اما وقتی سالها باقی میمانند همین استرس های کوچک به مشکلات جدی برای سلامتی ختم می شوند. ترکیب افکار منفی هرقدر دیگران را بیشتر بی ارزش، احمق یا زشت بدانید، زندگی خود را بیشتر در معرض چنین تفاسیری قرار می دهید. در یک چرخه فکری گرفتار می شوید. همین موضوع درباره نحوه تفکرتان نسبت به دیگران صدق می کند. اگر عادت کنید که افراد عصبانی، ناعادل یا خودخواه را در اطرافتان ببینید، آنها همه جا با شما خواهند بود. ترکیب خشونت آشوب، اعتراض و جنبش های بزرگ به ندرت به واسطه فقط یک رخداد به وجود می آیند. در عوض مجموعه طولانی از خرد تهاجمات و نکات منفی روزمره هستند که به تدریج تکثیر می شوند تا حد تحمل تمام می شود و آشوب همچون آتش زبانه می کشد. پیشرفت واقعی چه شمایلی دارد؟ فرض کنید یک قالب یخ روی میز جلوی شما قرار دارد. اتاق سرد است و می توانید بخار نفس خود را ببینید. همکنون دما منفی چهار درجه است. خیلی آرام اتاق شروع به گرم شدن می کند. منفی سه درجه. منفی دو. قالب یخ هنوز روی میز جلوی شماست. منفی یک درجه. صفر. هنوز اتفاقی نیفتاده است. یک درجه یخ شروع به زوب شدن می کند. تغییری یک ای که با افزایش دماهای پیشین هیچ تفاوتی نمی کند، تغییری بزرگ ایجاد کرده است. لحظات دستیابی به موفقیت غالبا نتیجه اقدامات سابقی هستند که پتانسیل لازم برای آزادسازی یک تغییر بزرگ را ایجاد می کنند. این الگو همه جا مشاهده می شود. سرطان در 80 درصد از عمر خودش مخفی باقی می ماند. سپس در طول چند ماه بر بدن غلبه می کند. بامبو را به ندرت می توان تیه پنج سال اول عمرش مشاهده کرد زیرا در این دوران در حال ایجاد سیستم ریشه غنی خود در زیر زمین است و سپس طی شش هفته به اندازه 27 متر قد می کشد و سر به آسمان می ساید. به همین ترتیب عادتها غالبا هیچ تفاوتی ایجاد نمی کنند تا اینکه از یک حد مرزی عبور کنیم و سطح جدیدی از عملکرد گشوده شود. در مراحل اولیه و میانی هر اقدامی غالبا درههای های ناامیدی وجود دارند. انتظار دارید پیشرفتتان به صورت خطی باشد و وقتی میبینید تلاشهایتان سمره خود را در چند روز، هفته یا ماه اول نشان نمیدهند، ناامید میشوید. حس میکنید قرار نیست به جای خاصی برسید. این نشانه ای از هر گونه پروسه ترکیب شدن است. قدرتمندترین ترین نتایج با تخیر ظاهر میشوند. این یکی از دلایل اصلی دشواری های ایجاد عادت های ماندگار است. افراد تغییرات کوچکی ایجاد می کنند. نمی توانند نتیجه محسوس را ببینند و تصمیم به توقف آن می گیرند. با خود فکر می کنند من این ماه هر روز دویدم پس چرا هیچ تغییری در بدنم نمی بینم؟ وقتی چون این تفکر غالب شود، خیلی راحت عادت های خوب را کنار می‌گذارید. اما به منظور ایجاد تفاوت‌های معنادار عادات باید به اندازه کافی پا جا بمانند تا قله فتح شود که آن را قله پتانسیل پنهان مینامم اگر برای ایجاد یک عادت خوب یا شکستن یک عادت بد به سختی تقلا می کنید، بدین معنا نیست که توانایی بهبود را از دست دادید. غالبا به این خاطر است که هنوز قله پتانسیل پنهان را فتح نکرده اید. قرولند درباره عدم دستیابی به موفقیت صرف نظر از سخت کوشی مثل این میماند که بگویید چرا یخ زوب نمی شود؟ در حالی که دما بین منفی چهار تا صفر درجه است. تلاش شما تلف نمی شود چون در حال ذخیره شدن است. همه رخدادها در دمای یک درجه اتفاق می افتند. وقتی بالاخره قله پتانسیل پنهان را فتح کردید، افراد آن را یک موفقیت یک شبه خواهند نامید. دنیای بیرون تنها رخداد نهایی را خواهد دید و کاری با مسیر پیموده شده ندارد. اما خودتان میدانید این کاری است که خیلی پیشتر شروع کرده اید. وقتی که به نظر میرسید خیلی پیشرفت نمی کنید و پرش امروزتان را ممکن کرده است. می توان آن را معادلی انسانی برای فشار زمین شناسی دانست. دو صفحه تکتونیک می توانند میلیونها سال کنار یکدیگر ساییده شوند و تنش به تدریج در گذر زمان شکل می گیرند. در ادامه یک روز می رسد که بار دیگر به همان شکل همیشگی به هم ساییده می شوند. اما این بار تنش خیلی بزرگ است و یک زلزله فوران می کند. تغییر می تواند سالها طول بکشد پیش از اینکه یک بار رخ دهد. کسب مهارت به صبوری نیاز دارد. سان آنتونیو اسپرز یکی از موفق ترین تیم های تاریخ NBA یکی از نقل قول های جیکوب ریس اصلاح طلب سابق را در کمد های بازیکنان نصب کرده است. وقتی فکر می کنم هیچ چیز به من کمک نمی کند میروم و به سنگ تراشی نگاه میکنم که پتک را روی سنگ فرود می آورد. شاید صد بار ضربه بزند بدون اینکه ترکی روی آن ظاهر شود. با این حال با ضربه صد و یکم سنگ دونیم می شود و من می دانم که صرفا آخرین ضربه کارساز نبوده است بلکه تمام ضربات پیشین هم تأثیر خود را گذاشتند. همه نتایج بزرگ از شروعهای کوچک حاصل می شوند. بذر هر عادتی یک تصمیم کوچک است اما وقتی این تصمیم تکرار شود آن عادت جوانه میزند و قدرت میگیرد ریشه ها خودشان را تقویت و شاخه ها رشد خواهند کرد شکستن یک عادت بد مثل ریشهکن کردن یک بلوط قدرتمند و قدیمی درون خودمان است ایجاد یک عادت خوب هم مثل این میماند که هر روز از سال را به کاشت یک گل کوچک و ظریف بگذرانید اما چه چیزی استقامت ما به پای یک عادت را مشخص می کند تا قله پتانسیل پنهان را فتح کنیم و به آن سوی قله برسیم؟ چه عاملی باعث می شود افراد به دام عادتهای ناخواسته بیفتند و گروه دیگری از اثرات انباشته شده عادات خوب در گذر زمان لذت ببرند؟ غالبا انتظار داریم پیشرفت خطی باشد. حداقل امیدواریم که زود از راه برسد. در واقعیت نتایج تلاشای ما اغلب با تأخیر ظاهر می شوند. شاید ماها یا سالها بگذرد تا ارزش واقعی کارهایی که پیشتر انجام داده ایم را متوجه شویم. این شرایط می تواند به دره ناامیدی ختم شود که در آن افراد پس از هفته ها یا ماه ها سخت کوشی بدون دریافت نتایج دلزده می‌شوند. می شوند. اما این کار تلف نمی شود بلکه ذخیره خواهد شد. فقط آینده است که ارزش کامل کارهای فعلی را افشا می کند. اهداف را فراموش کنید. در عوض تمرکزتان روی سیستم باشد. توصیه های خردمندانه ای که رواج دارند و به عنوان بهترین راه برای دستیابی به خواسته هایمان در زندگی مطرح می شوند مثل رسیدن به تناسب اندام بهتر، ساخت یک کسب و کار موفق، آرامش بیشتر و نگرانی کمتر و یا صرف زمان بیشتر با دوستان و خانواده در گروی تعیین اهداف خاص و قابل حصول است. سال هاست که همین رو کرد به روش من برای پرورش عادات تبدیل شده است. هر کدام از آنها هدفی بود که باید برآورده می کردم. برای نمره هایی که در مدرسه می خواستم، برای وزنه هایی که دوست داشتم در باشگاه بلند کنم و برای اوایدی که خواهان حصول آنها در کسب و کار بودم، هدف گذاری می کردم. در تعدادی از آنها موفق شدم اما در بسیاری نیز شکست خوردم. در نهایت متوجه شدم که نتایج حاصل شده ارتباط چندان زیادی با اهداف تعیین شده ندارند و تقریبا همه چیز به سیستمی بستگی دارد که از آن پیروی می کنم. تفاوت سیستم ها با اهداف چیست؟ تمایز میان آنها را اولین بار از اسکات آدامز انیماتور کمیک دیلبرت آموختم. اهداف به نتایجی مربوط می شوند که خواهان دستیابی به آنها هستید. اما سیستم ها همان پروسه هایی هستند که به این نتایج منجر می شوند. اگر یک مربی هستید امکان دارد هدفتان پیروزی در یک مسابقه باشد اما سیستم شما همان روش به کارگیری بازیکنان مدیریت دستیاران و اجرای تمرینات است اگر یک کارآفرین هستید امکان دارد هدفتان ایجاد کسب و کاری میلیون دلاری باشد سیستم شما شامل نحوه آزمودن ایده های محصول، انتخاب کارکنان و اجرای کمپین های بازاریابی می شود. اگر موزیسیان هستید، امکان دارد هدفتان نواختن قطعی جدید باشد. سیستم شماست که به بازه اجرای تمرینات، نحوه تقسیم بندی و مواجهه با میزان دشوار و روش شما برای دریافت بازخورد از اساتید مربوط می شود. همکنون به یک سوال جالب برمیخوریم. اگر اهدافتان را کاملا نادیده بگیرید و فقط روی سیستم تمرکز کنید، آیا باز هم موفق خواهید شد؟ مثلا اگر مربی بسکتبال باشید و هدف خود را برای پیروزی در یک مسابقه نادیده بگیرید و فقط روی تمرینات روزمره تیمتان تمرکز کنید، آیا باز هم نتیجه خواهید گرفت؟ به نظرم می شود. هدف از هر ورزش به پایان رساندن مسابقه با بهترین امتیاز است. اما اگر کل مسابقه چشمتان به تابلوی امتیازات باشد، شرایط مسخری رقم خواهد خورد. تنها راه برای پیروزی واقعی بهبود هر روزه است. به گفته بیل والش که سه بار برنده سوپر بول شده است، امتیاز خودش می آید. همین موضوع برای حوزه های مختلف زندگی صدق می کند. اگر میخواهید نتایج بهتری بگیرید پس تعیین اهداف را فراموش کنید به جای آن روی سیستم تمرکز کنید منظورم از این جمله چیست آیا اهداف کاملا بیفایدند؟ البته که نه اهداف برای تعیین مسیر لازمند اما سیستم ها بهترین گزینه برای پیشرفت هستند وقتی زمان زیادی را صرف تفکر درباره اهداف می کنید و وقت کافی برای طراحی سیستم هایتان نمیگذارید مشکلاتی ظاهر خواهند شد. مشکل شماره یک برنده ها و بازنده ها هدف یکسانی دارند. تعیین هدف از نوعی تمایل نادرست به بقا سرچشمه می گرد. روی افرادی تمرکز می کنیم که در انتها برنده می شوند، افرادی که بقا یافتند و با دیدگاهی نادرست تصور می کنیم که اهداف جاه باعث این موفقیت شده است. در حالی که بسیاری از انسانهای دیگر هم همین اهداف را داشتند اما نتوانستند به موفقیت برسند. هر شرکت کننده المپیک دوست دارد مدال طلا ببرد. هر کاندیدا دوست دارد انتخاب شود. اگر افراد موفق و ناموفق دارای اهداف یکسانی هستند، پس هدف نمی‌تواند عامل تمایز میان برنده و بازنده باشد. صرفا هدف فتح تور فرانس نبود که باعث شد دو چرخه سواران بریتانیایی به صدر این رشته ورزشی برسند. می‌توان تصور کرد که سالیان قبل هم هدفشان پیروزی در این مسابقه بود، مانند هر تیم حرفه‌ای دیگر، هدف همواره همین بوده است. اما فقط زمانی که یک سیستم با بهبودهای کوچک و مداوم را راه اندازی کردند توانستند به نتیجه متفاوتی دست بیابند. مشکل شماره دو دستیابی به یک هدف فقط یک تغییر آنی است. فرض کنید یک اتاق نامرتب دارید و برای تمیزکاری آن هدف گذاری می کنید. اگر انرژی لازم برای منظم کردنش را جمع آوری کنید، اتاق تمیزی خواهید داشت، در حال حاضر. اما اگر باز هم همون عادت شلوغکاری و بینظمی پیشین را حفظ کنید که پیشتر باعث نامرتب شدن اتاق شده بود، خیلی زود دوباره اتاقتان مثل قبل خواهد شد و دوباره باید برای تمیز کردنش اراده کنید. دوباره به همان نتیجه پیشین می رسید چون هیچگاه سیستم عامل آن را عوض نکرده اید. شما یک سرنخ را برطرف کرده اید بدون اینکه عامل را حل و فصل کنید. رسیدن به هدف فقط برای همان لحظه زندگیتان را تغییر می دهد. این عامل برخلاف چیزی است که درباره بهبود می دانیم. با خودمان فکر می کنیم باید نتایج را تغییر دهیم. اما این نتایج نیستند که مشکل سازند. چیزی که حقیقتا باید تغییر دهیم سیستم هایی هستند که این نتایج را می سزند. وقتی مشکلات را در سطح نتایج حل می کنید فقط به شکل موقت آنها را از بین میبرید. به منظور بهبود صحیح باید مشکلات را در سطح سیستم ها حل کنید. ورودی ها و خروجی ها را اصلاح کنید و نتایج خودشان حل خواهند شد مشکل شماره سه. اهداف جلوی رضایت شما را می گیرند. فرض زمینی که پشت هر هدف وجود دارد چنین است. وقتی به هدفم رسیدم خوشحال خواهم شد. مشکلی که طرز فکر متمرکز بر هدف دارد این است که دائما رضایت خود را تا فتح نقطه عطف بعدی در شرایط تعلیق نگه می دارید. آنقدر در چنین دامی گرفتار شدم که حسابش از دستم در رفته است. سالها رضایت چیزی بود که قرار بود در آینده از آن لذت ببرم. به خودم قول می دادم وقتی ده کیلوگرم ازوله ساختم یا پس از اینکه کسب و کارم به لیست نیویورک تایمز راه یافت می توانم بالاخره با آرامش زندگی کنم. همچنین اهداف نوعی دوراهی یا این یا آن ایجاد می کنند. یا شما به هدفتان دست می و موفق هستید یا شکست می خورید و موجب ناامیدی می شوید. از نظر ذهنی خود را در یک نسخه محدود و باریک از رضایت محدود می کنید. این اشتباه است. احتمالش کم است که مسیر واقعی شما در زندگی با آن مسیر دقیقی که در ذهنتان ترسیم کرده بودید همخانی داشته باشد. هیچ لزومی ندارد که رضایت خود را به یک سناریو محدود کنید در حالی که مسیرهای زیادی برای موفقیت وجود دارد. طرز فکر متمرکز بر سیستم نوعی پاتن فراهم می کند. وقتی به جای محصول و مقصد عاشق پروسه و مسیر شوید، لزومی ندارد منتظر کسب اجازه برای خوشحال شدن بمانید. می توانید هر بار که سیستمتان اجرا می شود راضی شوید و یک سیستم میتواند در فرمهای بسیار متفاوتی موفق شود نه اینکه فقط یک چشمانداز داشته باشد. مشکل شماره چهار اهداف در تضاد با پیشرفت طولانی مدت هستند. در نهایت، طرز فکر مبتنی بر هدف مثل یویو یو می ماند. بسیاری از دونده ها برای ماها به سختی تلاش می کنند، اما به محض اینکه از خط پایان می گذرند، دست از تمرین بر می دارند. دیگر مسابقه ای نیست که به آنها انگیزه بدهد. وقتی تمام سخت کوشی ما روی یک هدف به خصوص متمرکز شود، پس از دستیابی به آن چه انگیزه دیگری برای ادامه خواهیم داشت؟ به همین دلیل، بسیاری از افراد پس از دستیابی به هدف دوباره به عادتهای قدیمیشان بر هدف از تعیین اهداف پیروزی در بازی است، اما هدف از ایجاد سیستم تداوم حضور در بازی است، تفکری که حقیقتاً طولانی مدت باشد، کمتر به هدف فکر خواهد کرد. صرفاً قرار نیست به یک دستاورد مشخص برسید، بلکه باید چرخی از اصلاح و بهبود مداوم داشته باشید. در نهایت، این تعهد شما به پروسه است که پیشرفتتان را تعیین خواهد کرد. سیستمی از عادت‌های اتمی اگر با تغییر عادتهایتان مشکل دارید، مشکل خودتان نیستید. مشکل سیستم شماست. عادتهای بد خودشان را تکرار می کنند. نه به این خاطر که خواهان تغییرشان نیستید، بلکه چون مسیر نادرستی را برای تغییر برگزیده اید. شما تا سطح اهدافتان صعود نخواهید کرد، بلکه تا سطح سیستمهایتان پایین خواهید آمد. تمرکز بر سیستم کلی به جای تمرکز بر یک هدف خاص یکی از زمینه های محوری در این کتاب است همچنین یکی از معانی عمیق در پس واژه اتمی است احتمالا تا کنون متوجه شده اید که عادت اتمی به یک تغییر کوچک سودی هاشیعی و بهبودی یک درصدی اشاره می کند. این عادت کوچک بخشی از یک سیستم بزرگترند. همانطور که اتم ها سنگ بناهای ملکول ها هستند، عادت های اتمی نیز سنگ بناهای نتایج قابل توجه محسوب می شوند. عادتها همچون اتم های زندگی ما هستند. هر کدام یک واحد اساسی است که به بهبود کلی ما کمک می کند. در ابتدا این روتین های کوچک خیلی مهم به نظر نمی رسند اما به زودی موجب تقویت یکدیگر می شوند و پیروزی های بزرگی را رقم می زنند که نسبت به هزینه سرمایه گذاری اولیه ایشان می ارزند. آنها کوچک و قدرتمندند. دقیقاً عبارت عادتهای اتمی همین معنی را دارد. یک روی کرد یا رویه منظم که نه فقط کوچک و سهل الوصول است بلکه منبع قدرت خارق العاده محسوب می شود. از یک سیستم که موجب رشد ترکیبی است. خلاصه فصل عادتها ترکیبی از عواید بهبودهای درونی هستند، اینکه هر روز یک درصد بهتر شوید در طولانی مدت به رقم بزرگی منتج خواهد شد. عادتها یک شمشیر دولبند، آنها می توانند به نفع یا ضرر شما عمل کنند و به همین دلیل شناسایی جزئیاتشان ضروری است. تغییرات کوچک غالبا تفاوت‌های ظاهری چندانی ایجاد نمی کنند، تا زمانی که از مقداری مرزی عبور کنید. قدرتمند ترین نتایج در هر پروسه تدریجی با تأخیر ظاهر می شود. باید صبور باشید. یک عادت اتمی عادتی کوچک است که در دل یک سیستم بزرگتر جا دارد. همانطور که اتمها سنگ بنای سازنده ملکول ها هستند، عادت های اتمی نیز نتایج قابل توجهی را می سازند. اگر نتایج بهتری میخواهید تعیین اهداف را فراموش کنید در عوض روی سیستمتان تمرکز کنید شما تا سطح اهدافتان بالا نمی روید بلکه تا سطح سیستم هایتان پایین میآیید.